سلام، شنبه 26 تیر 95 16 جولای 2016 میلادی در مورد 6 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول اینکه کودتا در ترکیه در 24 ساعت گذشته به صدر تمام اخبار دنیا اومد. کودتایی که از شامگاه جمعه در ترکیه شروع شد، گفته میشه سرهنگ محرم کوسا، مشاور حقوقی رئیس ستاد ارتش ترکیه، مغز متفکر و برنامه ریز اون بوده. دولت این کودتا در ارتش رو به فتح‌الله گولن، فرقه خدمت یا حزمت در زبان ترکی نسبت میده، موضوعی که گولنی ها تکذیب میکنن. به هر حال آقای اردوغان که در مرخصی بود به استانبول برگشت و گفته میشه هتل محل اقامت او بعد از ترک آقای اردوغان با بمب هدف قرار گرفته بود. او در نطق خودش گفته حالا فرصتی است که ارتش پاکسازی بشه. درگیری در خیابون‌ها بعد از اینکه آقای اردوغان طرفداران خودش رو دعوت کرد که به خیابون‌ها بیان فرودگاه رو بگیرن شدت گرفت و مجموعاً 17 افسر پلیس که طرفدار دولت هستند گفته میشه کشته شدند. تلویزیون TRT ترکیش رادیو اند تلویزیون ابتدا به تصرف کودتاچی‌ها درآمد ولی بعداً پس گرفته شد. به هر صورت سازمان امنیت ترکیه اعلام کرده که در ترکیه کودتا کنترل شده. این کودتا که پنجمین کودتای ترکیه از دهه 60 تا کنون هست، هنوز سرنوشتش نامعلومه و مشخص و قطعی نشده که آیا به موفقیتی میرسه یا نافرجام خواهد بود. ایران هم مرزهای خودش با ترکیه رو بلافاصله بست و تمام پروازها به ترکیه قطع شد. اما در فرانسه هم در نیس فرانسه که ضارب که با کامیون به میان جمعیت رفته بود، فرانسوی تونسیول اصل 31 ساله است که هیچ سابقه کیفری هم نداشته. او که در تیراندازی پلیس کشته شده فعلا مشغول تحقیقات در خصوصش هستند. مجموعاً 84 نفر تا الان کشته شدند و از زخمی ها هم حال 50 نفر وخیم. موضوع دوم اینکه 402 روزنامه نگار ایرانی نامه‌ای به نوشتن، در اون انتقاد کردند از سیاست های معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد. خانم لیلی گلستان هنرمند سرشناس هم نامه‌ای به آقای روحانی سرگشاده نوشته و در اون عنوان کرده که آقای روحانی آبروی مملکت رو بخرید، احادی فرهنگ و هنر خستند. در شهرستان قروه در استان کردستان هم گورستان بهاییان که به گلستان جاوید نامیده میشه توسط این هموطنان تخریب شد. این علارغم اینه که بعد از مدت‌ها کشمکش حکومت رضایت داده بود که از هر چند شهرستان یک شهرستان گورستانی داشته باشند بهایی، که قروه یکی از اونها بود، اما اون رو هم پنجشنبه عصر ویران کردند. کارخانه کاشی زرین خراسان در شهرستان بیرجند موقتاً تعطیل شد و 200 کارگر اون بلا تکلیف. موضوع سوم این که خانم مریم نقاش زرگران نوکیش مسیحی 11 روز اعتصاب غذای خودش رو پشت سر گذاشته. مادر مریم ویدئوی رو پر و پخش کرده که در اون درد دلهای یک مادر رو میشنویم و اینکه خواسته مریم این است که به بیمارستان منتقل بشه و تحت معالجه قرار بگیره. نرگس محمدی که 18 روز اعتصاب غذای خودش رو پشت سر گذاشته، نامه ای از زندان اوین نوشته و در اون عنوان کرده که انکار مواضع عدول از مواضع یا انکار مادرانگی، چون که به شرطی به او اجازه تلفن به فرزندان خردسالش رو دادن، به گفته دادستان که او باید از مواضع خودش
عدول بکنه. نرگس در این نامه گفته که چون این کاری رو نخواهد کرد. موضوع چهارم این که خبرگزاری دانشجوی ایسپا سنجش افکاری رو کرده، نظرسنجی رو کرده در خصوص حجاب که در اون 28% زنان عنوان کردند که تنها 28% زنان عنوان کردند که به استفاده از چادر همراه مقنعه تمایل دارند، 35% هم مانتو رو ترجیح میدن و بقیه هم در واقع درصد بزرگی نارضایتی خودشون رو از حجاب اجباری ابراز کردند. آقای حداد عادل و آقای مکارم دو تن از مقامات حکومتی هستند که بارها هشدار دادن در مورد بدتر شدن وضع حجاب و اینکه حجاب اجباری زنان رو ناراضی تر کرده. آقای احمدی نژاد که در مسجد ملارد کرج سخنرانی می کرد، بین موافقین و مخالفینش در مسجد درگیری پیش آمد. آقای کریمی قدوسی نماینده مجلس هم عنوان کرده که آقای اوباما به روحانی قول داده که چند بانک بین المللی در انتخابات پیش رو به یاری آقای روحانی بشتابند. از اون حرفایی که 100% غلطه و سطح دست کم بینش این نماینده مجلس رو نشون میده که چقدر از اوضاع دنیا بی اطلاعه. موضوع پنجم این که آقای ترامپ مایک پنس رو که فرماندار ایالت ایندیاناست با یک توییت به عنوان معاون اول خودش در انتخابات پیش رو معرفی کرده. او که در ایالت خودش هم 43% بیشتر محبوبیت نداره، بیشتر محبوب تندروهای مذهبی است و قانونی که در اون همجنس گراها مغازه ها اجازه دارن بهشون جنس نفروشن در ایالت ایندیانا رو او امضا کرد، اما با فشار شرکت ها بعد از مدتی ناچار شد پس بگیره. اما موضوع آخر این که آقای علم الهدا فرمودند که در مقام راضی کردن دشمنان خدا یک برجام کافی بود. آقای احمدی نژاد هم در همون سخنرانی که به درگیری منجر شد فرمودند که تخریب دیگران و دستاندازی به بیت المال نشانه فقدان عزت است. دوتا موضوعی که بیش از همه ایشون باب کردش. و آقای گینگریچ که زمانی رئیس مجلس نمایندگان امریکا بود به خبرگزاری فاکس امریکا گفته که باید از مسلمانان امریکا در مورد پایبندیشون به شریعت اسلامی پرسش بشه و اگر باشن بعد از امریکا اخراج بشن. دکی سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی.